سلام به خلاصه خبرها خوش آمدید. علی خامنه ای تهدید کرد چنانچه اسرائیل قصد حمله به ایران را داشته باشد جمهوری اسلامی تلاویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد رهبر جمهوری اسلامی مطابق سنت هر ساله خود امسال نیز در روز اول فروردین در مشهد و در حرم امام هشتم شیعیان سخنرانی کرد آقای خامنهای همچنین به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران اعتراف کرد و گفت این تحریم ها مانع فروش نفت و نقل و انتقال پول ایران شده است خاطر نشان می خبر کاملتر سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی را در بخش خبری 21 که ما خواهید دید رئیس جمهوری آمریکا گفت قانع شده از اسرائیل برای حمله نظامی به ایران نیازی به موافقت ایالات متحده ندارد. باراک اوباما همچنین گفت ایران اگر بخواهد میتواند ظرف مدت یک سال بمب اتم بسازد. این سخنان اوباما در کنفرانس خبری روز گذشته مشترکش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس ایراد شده است. اوباما در این کنفرانس خبری اعلام کرد ارزیابی های آمریکا و اسرائیل درباره میزان پیشرفت برنامه اتمی ایران تقریبا یکسان است. و در خبر دیگه داریم که نمایندگان ادوار مجلس به مسئولان پیشنهاد دادن برای خروج از بحران نقش مردم را در نظر داشته باشند. در این بیانیه که به مناسبت عید صادر شده چهار پیشنهاد برای خروج از بحران به مسئولان ارائه شده است مجمع نمایندگان مجلس در بیانیه خود التزام به اجرای کامل قانون اساسی و خارج ساختن کشور از انصداد سیاسی و همچنین گشودن فضای باز را از جمله راهکارهای خروج از بحران سیاسی و اقتصادی دانستند فراهم ساختن زمینه های تعامل با رهبران در حصر و ایجاد زمینه انتخاباتی رقابتی سالم آزاد و منصف از دیگر راهکارهایی است که این نمایندگان مورد توجه قرار دادند. علی متحری نماینده مجلس میگوید اقدام محمود احمدی نژاد در برکناری رؤسای دو دانشگاه بزرگ ایران شاعبه اهداف انتخاباتی دارد این نماینده مجلس گفته است آنچه در متن نامه برکناری رؤسای دو دانشگاه آمده حرف خوبی است اما اینکه آقای احمدی نژاد پس از حوادث سال 88 و در سه چهار سال گذشته به این موضوع نپرداخته جای تعمل دارد. و به اخبار بین الملل عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا در پیامی از نیروهای مسلح حزبش خواست عملیات نظامی را متوقف کرده و از ترکیه خارج شود. این پیام در راستای روند صلح میان PKK و دولت مرکزی ترکیه صادر شده است که امید می به سه دهه جنگ خونبار میان دو طرف پایان دهد در پیام عبدالله اوجالان که آن را یک سیاستمدار کرد در منطقه دیاربکر در جشنهای نوروز با حضور حدود 25 هزار نفر خوانده است آمده توپخانه ها سکوت کنند و سیاست حاکم شود دولت مرکزی ترکیه گفتگوهای صلح با گروه پکاکا را از اوایل سال میلادی جاری آغاز کرده است. جنگ میان دو طرف تا کنون جان بیش از چهل هزار نفر را گرفته است. دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد این سازمان تحقیق درباره بکارگیری جنگ افزارهای شیمیایی در سوریه را آغاز خواهد کرد. آقای بانکیمون در مصاحبه با خبرنگاران گفته است که این تحقیق با درخواست دولت سوریه صورت میگیرد. سه شنبه موشکی به منطقه خانال اصل در شمال حلب اصابت کرد که دولت و مخالفان سوریه میگویند حاوی کلاهک شیمیایی بوده است. در این حادثه دست کم 28 نفر کشته و بیش از 80 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی که از آن است که آثار انتشار گاز شیمیایی در پی اصابت این موشک دیده شده است. در سال 91 به طور متوسط هر روز پنج کارگر کشته شدند. خبرگزاری ایلنا نوشته است بر اساس آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی از این پنج نفر روزانه دو کارگر تنها به دلیل سقوط از بلندی، یک کارگر بر اثر اصابت جسم سخت و دو کارگر دیگر به دلایل مختلف از جمله برق گرفتگی، سوختگی، کمبود اکسیژن و دیگر حوادث جان می‌بازند. ایران به جایگاه هفتم تامین کننده نفت وارداتی هند سقوط کرد بر اساس گزارش منابع خبری هند که دومین مشتری بزرگ نفت تهران است به دلیل تحریم های بین المللی مجبور به جایگزین کردن هرچه بیشتر نفت کشورهای عربی با ایران شده است و خبری دیگر اینکه پلیس در تهران رزمایش نوروزی انجام می دهد. به گفته احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران هدف از این رزمایش که در میدان آزادی برگزار می شود نشان دادن توانایی های پلیس پایتخت در تامین امنیت است ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید مشروع خبرها رو در ساعت 21 خواهید دید